اعتراضات علیه نشست سوم دوحه هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شماری از افغان های مقیم کانادا علیه این نشست مظاهره کرده و سازمان ملل متحد خواستند که نباید با حکومت طالبان به تعامل ادامه دهد. جزئیات بیشتر این اعتراض را از همکارم احمد فرشاد سالم شنیدیم که مکنون از شهر تورنتو در کانادا با ماست. آقای سالم، کم بیشتر روی اعتراض و خواست معترضین معلومات بدهید. روز بخیر. چنانکه شما گفتین، شماری از معترضین هم از زنان و مردان، به ویژه زنانی که از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن، اکنون پناهنده شدن به کانادا برگزار شد. آنچه یک فکت اساسی در اعتراض بود و این بود که معترضین میگفتن که اکنون باید مبارزهشان را چند جبهه‌ای بسازن، به این معنا که نه تنها که با طالبان به خاطر حقوق زنان مبارزه کنند، بلکه باید با سایر کشورها و سازمان ملل متحد هم نیز وارد مبارزه و گفتگو شوند تا از تعامل بیشتر با طالبان جلوگیری شود. این زنان در حالی که گفتگوهای دوحه را تحریم کردند، از سایر کشورهای جهان و سازمان ملل متحد که میزبان این نشست است خواسته شد که با طالبان وارد معامله نشند، بلکه در پایان در قطعنامه‌شان گفتند که نظام مردم سالار و جلوگیری از هر گونه تعامل و دادن پولهای وافر با جلوگیری شود و نظام مردم سالار بر اساس اراده مردم افغانستان باید در افغانستان زمینش فراهم شود. گزارش هم در این مورد ساختند. برگزاری سومین نشست دوحه میان طالبان، سازمان ملل متحد و نمایندگان دست کم 22 کشور دنیا پای زنان و مردان معترض افغان را در برابر پارلمان ولایتی آنتاریوی کانادا کشانیده است. اعتراض کنندگان در حالی که به ضد طالبان شعار می‌دهند، خواهان قطع هر گونه تعامل جهان با طالبانند که سبب بقای حکومت آنان شود. جبهه‌ای که ما مبارزه می‌کنیم تنها با طالب نیه، بلکه ما با جهانیان هم باید مبارزه کنیم تا از به مشروعیت شناختن و ارتباطات بین جهان و گروه تروریستی طالب جلوگیری کنیم و این مبارزه مضاعف بر دوش زنان افغانستان که باید به جبهه‌های متفاوت علیه افراد متفاوت، گروه‌های متفاوت مبارزه کنند. در حالی که جای نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه خالی است، معترضان خواهان تحریم این نشستند و از کشورهای تاثیرگذار در مسئله افغانستان می‌خواهند از مشروعیت دادن به طالبان جلوگیری کنند. دوحه یک توطئه است، دوحه یک فتنه است که در اونجا شما به خواهش حقانی زن را اجازه ندادین و چطور در 20 سال برای حقوق زن میلیارد ها دلار و حقوق مدنیش در افغانستان مصرف کردین و امروز به خواهش آقای حقانی شما و ملا برادر شما به زن اجازه اشتراک در دوحه را نمیدین. معترضان منع زنان و دختران از ادامه آموزش و کار و رفتار خشونت بار طالبان را آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغانستان می دانند و از جهانیان می خواهند که به صدای زنان افغان گوش دهند. اگر طالب را جهان یک واقعیت افغانستان می پندارد، باید خوبتر بدانند که زنان افغانستان، مردم افغانستان واقعیت بزرگتر از طالب هستند. جنایتی را که امروز طالب مرتکب می شود واقعیتی هست که به جهان ثابت است. کشتاری را که طالب انجام می دهد، این هم یک واقعیت است. اعتراض کنندگان در قطعنامه خوان ایجاد یک نظام مردم سالار، جلوگیری از عادی سازی روابط با طالبان و قطع هر گونه کمک مالی به آنان شدند و از دولت کانادا نیز خواستند رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان را جرم انگاری کنند. فرشاد سالی، تورنتو، کانادا.